سلام دی بالا، اگر دوست داشتی خوشتان آمد میتونید خریداری بکنی. این یک لباس است. من بسیار زیاد خوشم آمد، بسیار تا راحت است و شلوارش هم خدا چی میگن پایین هست. از دو روز بعد این سو تصویری از شرافت پروانی با فاطمه رسا در صفحات مجازی پخش شده و در آن تعداد از کاربران آوازه کردند که گویا شرافت پروانی با فاطمه رسا در آمریکا نامزد شده و قرار است تفاهم پنهان این دو چهره تا چند روز آینده توسط خودشان امگانی شود. آیا این خبری که در فضای مجازی پخش شده حقیقت دارد و یا خیر؟ در ادامه با ما باشید، اما قبل از آن برای دوست شدن در کانال ما علامت سابسکرایب را فشار بدید. قبل از پرداختن به مسئله نامزدی شرافت پروانی و فاطمه رسا باید گفت که چند روز قبل ویدیویی از فاطمه رسا در صفحات مجازی پخش شده که در آن نشان می‌دهد لباس‌های عجیب و غریب را بر تن کرده و برای مردم نمایش می‌دهد. این کار فاطمه رسا از سوی خیلی ها مورد انتقاد قرار گرفته و گفتن آلا فاطمه رسا با نشان دادن و برجسته کردن اندامهایش می خواهد در فضای مجازی جلب توجه کند. کس دیگر هم نوشته که اگر نطاق یا مجری لیاقت و استعداد داشته باشد با طرح و برنامه خود می تواند کارهایی را انجام دهد که عطف و توجه دیگران را به خود جلب کند. اما در صورتی که گرداننده یا خوانندهی که استعداد و خلاقیت نداشته باشد با برجسته کردن اندامهایش می خواهد جلب توجه کند. گذشته از این مسئله در فضای مجازی عرفای از نامزدی شرافت و فاطمه رسا نیز نشر شده که کاملا بی اساس است و این تصویر هم در یکی از محافلی که در آمریکا بود گرفته شده است. نزدیکان پروانی میگویند که شرافت خانواده و فرزند دارد و زندگی کاملا عاشقانه با خانواده‌اش نیز دارد. بنابراین نیاز به نامزدی با فاطمه رسا و یا کس دیگری را ندارد. از سوی دیگر شرافت پروانی در مورد حادثه اخیری که در آموزشگاه کاج صورت گرفت چنین نوشته است: تسلیت هموطن، حمله مرگبار که بر مرکز آموزشی کاج در دشت برچی شهر کابل صورت گرفت باعث شهادت و زخمی شدن دختران و پسران عزیز ما گردید، تسلیت عرض می نمایم. ضمن همدردی با خانواده های عزیز قربانیان، این واقعه المناک برای شهدا بهشت برین و برای زخمیان شفای عاجل از بارگاه عزت متعال خواهانم. هیچ واژه و تسلیت نامه نمیتواند قباحت و وحشت این فاجعه ضد اسلامی و انسانی را بکاهد. تسلیت افغانستان دردمند. با حرمت شرافت پروانی.